کل منوی مارک رو هم توی این درس با هم میبینیم و راجبش صحبت میکنیم. اولین عنوان همونطور که شما میبینید آی و او هست، کاملا مشخصه چیکار میکنه، حالا چه تو کلیپ شما چه رو تایملاینتون. اگر شما بخواین از اینجا مثلا تا اینجا رو خروجی بگیرین، میایین آی و او رو میزنین، یا مثلا خواستین فرض کنین از اینجا رو خروجی بگیرین تا اینجا و دقیقا همون چیز رو انجام میده که شما مد نظرتون هست. یعنی فقط همین یه تیکه از این پوینت تا آد پوینت شما رو خروجی میگیره و دیگه به بقیه تایملاینتون کاری نداره. فکر کنم شما حتما با این عنوان آشنا هستید، تو نرم‌افزارهای دیگه تدوین غالبا دیدید این رو. Set Clip Range میاد کل یک کلیپ رو انتخاب میکنه. به طور مثال اگر شما روی این کلیپ باشید، به جای اینکه فقط همین یه تیکر انتخاب بکنه، اگر شما X رو بزنید کلش رو انتخاب میکنه. اگر خواستید کل این بخش انتخاب رو پاک بکنید، Clear Selected Ranges رو میزنید. همونطور که خاطرتون هست اگر روی این کیورد تک کلیک بکنید این تیکه براتون سلکت میشه. باز اگر نخواستید میتونید Clear Selected Range رو بزنید. Favorite رو توی سری قبلی آموزشی با هم روش زیاد صحبت کردیم، اون موقع خیلی به درد میخورد چون آی و او اصلا نبود توی فانال کات، ولی حالا بد نیست اینجا یه نگاه کوچیکی بهش بندازیم. بعضی وقتا مثلا ممکنه شما بگید که خب حالا این کلیپ برای من جالبه، یا مثلا فرض کنید این کلیپ 4 احتمالا من میخوام ازش استفاده بکنم ولی کلیپ های قبلی رو نه. این یه دونه رو شما میتونید F یا اون فیوریت رو بزنید، این آیکونی که اینجا وجود داره و یه نوار سبز به اینجا نشون شما میده. این میشه گفت تقریبا تو دورهای قبل تدوین، قبل از دوران دیجیتال، اون چیزی بود که شما اون حلقه های فیلم، اون جاهایی رو که مد نظرتون بود میبردید و جدا میکردید میذاشتید کنار، تقریبا این همچین کاری میکنه. اگر خواستید پاک بکنیدش میتونید آن ریت رو بزنید. ریجکت رو قبلا روش صحبت کردیم، ریجکت برعکس فیوریت نیست، ریجکت کلا یک کلیپ رو دور میندازه، البته دور نمیندازه کنار میذاره. آن ریت همونطور که خاطرتون هست میاد این ریتینگ رو حذف میکنه. اگر خواستید شما کیوردتون رو حذف بکنید یا همه کیورد هایی که به یک کلیپ نسبت داده شده حذف بکنید، به طور مثال من اینجا الان اگه بیام کیوردمو باز بکنم بگم حالا به غیر از فرض کنید شما این بست تیک، ممکنه من اینجا چند تا چیز دیگه هم داشته باشم. اگه شما بخواید تمام اینا رو یه جا حذف بکنید، بعد بیاین انتخابش بکنید، بعد بیاین دونه دونه اینا رو حذف بکنید. راحت ترش اینه که شما اینجا ریموو آل کیوردز رو بزنید یا از اینجا ریموو آل کیوردز رو بزنید. من اینجا اگه بخوامم میتونم اینا رو با شیفت انتخاب بکنم، حالا دیلیت رو بزنم، بک اسپیس رو بزنم ببخشید، ولی از خود اینجا همونطور که خاطرتون هست نمیتونیم ما این انتخاب بکنیم و بک اسپیس بزنیم، کل کلیپمون رو ریجکت میکنه. یه چیزی هم ما اینجا داریم به اسم remove all analysis keywords. حالا چرا این آف هست؟ علتش اینه که این آنالیز ها رو خود نرم افزار باید انجام بده. که چیا هسته؟ شما تو منوی مودیفای اگر بیا تو analyze and fix، اینجا میتونید ببینید که یه سری عنوان وجود داره. به طور مثال خودت به طور شما به نرم افزار میگین خود به طور اوتوماتیک analyze for balance color، خودت بیا نگاه کن ببین تصویر رنگش به چه شکله، اونو خودت بالانس کنه، یه سری چیزای دیگه. find people، بیا توی تصویر بازیگرها رو پیدا کن. consolidate find people results، بیا همه اونا رو توی یه فولدر یا یه اسمارت فولدر بذار و همه اینا رو خودت مرتب بکن. و برای صدا analyze and fix audio problems، بیا مشکلات صدا رو پیدا کن خودت هم درستش بکن. کانالای مونو استریو رو از هم جدا بکن و ببخشید مونوها رو از هم جدا بکن و استریو رو با هم یکی بکن و کانال های صدایی که هیچی توشون نیست و اصلا کلن پاک کن. اینو ما قبلا در موردش تو زمان ایمپورت صحبت کردیم. این پروسه چون خیلی کار میبره، من فقط راجع به همین یک کلیپ صحبت میکنم و نشونتون میدم، بعد حالا باز با هم میبینیم که چه جوری هستش. الان حالا شما بخواید ببینیم که این چجوری کار میکنه، اون پشت این آیکون رندر رو اگه بزنید اینجا شما میتونید ببینید که چه اتفاقاتی داره میفته. میگه که الان من دارم اینو آنالیز میکنم. زمانی که تمام بشه شما میبینید که چه کارهایی رو انجام داده و بعدش طبیعتا شما میتونید اینجا اگر نخواستید این analysis keywords رو پاک بکنید و حذفشون بکنید. یه مقدار داره طول میکشه، یه مقدار داره تمام میشه. بله خب
الان شما همینطور که اینجا میبینید چند تا عنوان اضافه کرد. یکیش اینه که یه مدیوم شاته نمای شما و یه نفر توش هست. خودش میتونه به صورت هوشمند اینا رو انجام بده و به شما بگه که حالا مثلا فرض کن شما این مدیوم شات وایت شات یا هر چیز دیگه، به طور مثال اینجا من یه نما دارن که خودش تونسته آنالیزش بکنه و میگه که مثلا یه دونه مدیوم وایت شات داریم یه دونه وایت شات. منتها مشکلش اینه که سوتی زیاد میده. به طور مثال شما اینجا اگه الان این نما رو ببینید، یه نمای یه تیکه است که ما از یه نمای واید تو ادامهش میرسیم به یه نمای میدیوم شات. دوتا نما نیست، ولی خب متاسفانه این نمیتونه تشخیص بده که چه اتفاقاتی افتاد. میگه آره اینجا شما یه نمای اینجوری داری یه نمای اینجوری داری. ممکن ازش بخواین استفاده بکنید، ممکن ازش نخواین استفاده بکنید، دیگه این میل خودتون هست. اما در مورد چیزی که شما توی قسمت های پایینی بینید، به طور مثال این عنوان Analyze for Balance Color که میاد خودش اتوماتیک رنگ و نور تصویر رو عوض میکنه. خوشبختانه اینو فکر کنم از حذف کرده Final Cut، چون ما دیگه عنوان Color چیزی که اینجا داشتیم و قبلا اون Color Panel رو دیگه نداریم به صورت پیش فرض. اینو من بیشتر برای کسی دارم میگم که خودآموز قبلی ما رو دیدن و طبیعتا دیگه اینم اونجوری کار نمی‌کنه. ولی من خودم راستش ترجیحاً اصلا این کار رو انجام نمیدم. شما بعدش بعد از اینکه انالایزن فیکس رو زدی میتونی بیاید اینجا بالانس کالر رو بزنی، خودش میاد یه همچین کاری میکنه، خودش میاد اتوماتیک به خیال خودش تصویر رو درست میکنه. ولی که بر اساس این چیزی که شما آنالیز کردینش، یعنی همینطور که شما اینجا میبینید نوشته انالایز، اگه شما آفش بکنید تغییرش رو میشه دید. من به هیچ وجه از این استفاده نمی کنم. علتش هم اینه که هیچ کنترلی روش وجود نداره، یه آن و آفه. این چیزی نیستش که راستش به درد من بخوره. به خاطر همین این عنوان رو مثلا کلن هیچ وقت ازش استفاده نمی کنم. Fine People راستش ترجیح میدم باز خودم شخصا این کار انجام بدم به جای اینکه به نرم‌افزار بگم خودت حالا برو پیدا کن ببین چشاتای چه چیزایی دارم. ممکن است به دردتون بخوره، باز این میل خودتونه. این سه تا عنوان پایین ممکنه بیشتر به درد بخوره. به طور مثال ما الان اینجا توی همین یه نما تو قسمت آدیو، شما اگر اینجا رو نگاه بکنید این الان داره آنالیز میکنه. بعد از اینکه کارش تموم شد و آنالیز کرد زحمتش کشید، البته من میتونستم چون قبلا این کار کرده بودم کلا انجام ندم، اینم حالا آفش میکنم. فکر میکنم نتونه از اطلاعات قبلی استفاده کنه. چرا تونست از اطلاعات قبلیش استفاده کنه؟ الان برگشت به اون آنالیزی که قبلش انجام داده بود. به محض اینکه شما این صدا رو آنالیز کردید، میاد اینجا یه چیزی نشون میده مثلا problems resolved، مشکلات حل شد. مثلا یکی background noise removal، اگر صدایی تو background شما داشته باشید خودش میتونه تشخیص بده و اتوماتیک حذفش بکنه. harm removal، این همون چیزی که شما توی نویزیه که از صدای برق تولید میشه، اگر خواستید میتونید اینو آن آف بکنید. یا لاودنس، اگر شما صدایی داشته باشید که بلند باشه یا صدایی باشه که مثل پق و تپ و یه یعنی چیزایی باشه، خودش میتونه اونها رو برای شما حذف بکنه. باز خودتون تست بکنید ببینید اگر به دردتون میخوره میتونید ازش استفاده بکنید، اگر نه میتونید آف بذاریدش. قاعدتا توی کار حرفه‌ای زیاد اینا به درد نخواهند خورد. اما این چیزی که ما اینجا داشتیم حالا فعال شده و حالا دیده میشه. علتش اینه که اگر شما الان remove all analysis keywords رو بزنید، کیورد هایی که این عنوان ایجاد کرده بود رو پاک میکنه. نکته مهم، خود این آنالیز رو پاک نمیکنه. شما همونطور که میبینید این الان سر جاش هست، فقط کیورد هاش رو پاک میکنه. یعنی این اینجوری نیستش که مثل یه آن دو باشه، فقط اون اطلاعاتی که اینجا اضافه شده بود مثل کیورد اونا رو پاک میکنه.